امیر وادی ولایت، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده صاحب هازل امر الشرید و ترید و فرید و الوحید. نمیدونم چطور باید ترجمه کردین روایت رو، یعنی آبروی برای اجمعین شیعه باقی نمیمونه وقتی این روایت ترجمه بشه. خرد و کلان شیعه تو این ننگ مقصر و سهیمن. اگه تو این هزار سال شیعه قدیر رو فهمیده، پس این روایت چی میگه؟ حرفش چیه؟ صاحب این امر ترید فرید وحید شرید، مگه حرف قدیر چی بود؟ خلاصه ی حرف قدیر تو یه جمله این میشه: پیغمبر فرمودن دارم میرم، بعد از من این افراد اوصیای من هستن، بشناسین و حمایت کنید. این خلاصه ی حرف قدیر. حالا امیر المؤمنین علیه السلام تو این روایت بیان میفرمایند صاحب امر شما، امام زمان شما ترید هست، اونی که پیغمبر خدا تو قدیر 25 جمله براش آورده اونجوری معرفیش کرده الان آواره است، ترد شده است. بعد ما دلمون خوش قدیر تجلیل میکنیم، تعظیم شعائر میکنیم. نمیدونم این نوع تعظیم شعائر رو کیلویی هم از ما خواهند خرید یا نه. کسی که امروز داره برای قدیر تبلیغ میکنه خیلی باید حواسش جمع باشه. در معنای ترید دقت کنیم، چیو میگن ترد شده؟ خاک بر دهنم، کسی که بهش توجه نکنن محل نذارن میشه ترید. تو جامعه کسی رو که محل نذارن ناخودآگاه میره یه کناری، ترد میشه. عبارت بعدیش دیگه از این بدتر، شرید. این دیگه یعنی چی؟ باز خاک بر دهنمون، یعنی آواره. آقا نشنویم و همینجور با دوتا نوچنوچ مطلب رو رد کنیم. یه بار دیگه عرض میکنم، تو کلام امیرالمؤمنین صفت آواره برای امامی اومده که همون پیغمبر تو قدیر، نه جای دیگه ها، تو همون قدیر 25 جمله براش فرموده. حالا با توجه به آوارگی و ترد شدگی امام زمانمون، به نظرتون ما قدیر فهمیدیم؟ عمرن اگر فهمیده باشیم، عمرن اگر حالا ثابت شد که شیعه بعد از هزار سال هیچ فهمی از قدیر نداشته. بدون ذره ای تردید این روایت مهر مردودی همه شیعه است. خرد و کلان.